اینو بدونید. من یه روز توییت دادم گفتم که اقتصاد آمریکا فرو خواهد پاشید و تاریخ اینو ثبت خواهد کرد که این کار از تحریم ایران شروع شد. ایرانی که اینجوری تحریم کردن، رقبا و دشمنان آمریکا، اونام حساب کار دستشون گفتن کجا ما نمیشه برای فردا سرمونه. شما میبینید که روسیه در مقابل این تحریم ها به صورت نسبی خوش آماده کرده بود، ذخایرش از دلار به طلا تغییر داد. اما روزی که روس ها با هندی ها اون پیمان دو جانبه با 1 میلیارد جمعیت، خب من گفتم تمومه این جنگه. چون این آمریکا هر کسی بخواد رابطه نفت و دلار رو به هم بزنه، جریان پترو دلار رو به هم بریزه، خط قرمز آمریکا، چون قطعا آمریکا نابود میشه، دلار سقوط میکنه، دلار که سقوط کنه آمریکایی‌ها خودشون خواهند خورد. این من اینجا عرض میکنم و انشالله ثبت بشه، آمریکا فرو خواهد پاشید. خیلی هم هالیوودی، دقیقا شبیه فیلماشون. یا الهی منتظر بشید، الهی منتظر بشید شعب زنگی بخوره اونجا این شکلی، یا این مردم زامبیا هم دیگر بخورن. خیلی هالیوودی، این سنت الهی. کلا سیاسم... چاپ دلار زنده است. بله. اصلا دلار بدم پشمانه. اون تو اون دلاره به خاطر اینکه ابزار خرید نفت و تسلیح. هر کی رو بخواد بذاره کنار مثل که مثل قذافی. حرف و زد فاد. صدام. به محض اینکه گفت اگه نو فکر مثلا با قذافی چیکار داشت کنه. سر ماجرای لاکربی کل هستیش بشه توی کشتی تحویل آمریکا داده. چیزی نداشت اصلا لیبی. صدام که نفت در برابر غذا راضی شده. اینا مشکلشون با دیکتاتوریه. این همه دیکتاتور دنیا. چرا با کسی دیگه کار ندارم؟ این کشور عربی چرا با اینا کار ندارم؟ اصلا مشکلشون نیست، اصلا بحثشون این نیستش. اینا خود جلادن، خود خونریزن. با داعش طرف درست کرده دیگه چی بشه بگی؟ خب تا خواست نفت و ارتباط نفت و دلار رو قطع کنیم بلا سر. و این اتفاق روسیه رقم زده.